خسته نباشید میگم به بازیکنانم و کادر مجربم و همچنین تیم پیکان. خب تیم پیکان شاکله ای از بازیکنان ملی بزرگسال بود و ما آماده این بازی بودیم. یک هفته تمرین خوب انجام دادیم، به لحاظ بدنی سطح بچه ها بالا بود، نسبت به آنالیزشون تمرین طراحی کرده بودیم، به خاطر همین تو گیم اول و دوم تونستیم به راحتی از پسشون بر بیایم و گیم سوم یه مقدار دوچار چالش شدیم که از پسمون هم بر اومدیم و تونستیم پیروز میدون بشیم. عرض ادب دارم و عرض خسته نباشید به تمام عواملی که در بازی امروز دخیل بودن، بازیکنان، عوامل اجرایی، داوران و به ویژه هواداران دو تا تیم که واقعا خیلی لذت بودن توی این مسابقه رو بیشتر کرد. ما با توجه به اینکه خب مقابل تیم پرستاره سایپا قرار گرفتیم، احتمال کاملا مسجل بود که احتمال داره که ما سه هیچ بازی رو ببازیم، ولی با توجه به اینکه سن تمرینی بچه‌های ما و سن بازی بچه‌های ما با سایپا قابل مقایسه نیست، فکر می‌کنم که گیم به گیم بهتر تونستن عمل بکنن و در گیم سوم یک بازی قابل قبولی رو به نمایش بذارن، ولی خب تیم پرستاره تفاوتش با تیم جوون این هستش که میتونه بازی رو برگردونه و به نفع خودش تمام کنه. سلام، خسته نباشید میگم به هر دو تا تیم. امروز تیم پیکان تیم خیلی جوونیه و امروز خیلی مقابل ما خوب بازی کرد و تیم ما هم تیم خوبیه، مهرهای خیلی خوبی داره و به اون هماهنگی رسیدیم و امروز تونستیم نتیجه رو به نفع خودمون تمام. خب بازی امروز بازی خیلی حساس و مهمی بود واسه ما. خب جدال دوتا خودروسازی بود و خیلی واسه ما مهم بود که این بازی رو ببریم. با توجه به آنالیز خوبی که از این تیم داشتیم تونستیم روند بازی رو خوب پیش ببریم، ولی خب اوایل گیم مثل یه ذره ارورمون بالا بود، ولی خداشکر تونستیم اون اختلاف زیادی که به وجود اومده بود رو کم کنیم و بتونیم سه هیچ برنده بازی باشیم. سلام میکنم، خسته نباشید میگم هم به تیم خودمون هم به تیم مقابل. بازی رو ما یه ذره خوب شروع نکردیم. بچه‌های ما بچه‌های خیلی جوونی هستن، اکثرا زیر 18 سالن، یه ذره کم تجربه‌ن. بازی به بازی داریم بهتر میشیم. گیم سوم بازی خوبی رو به نمایش گذاشتیم، ولی خب یه ذره دیر بود. ان شاءالله با از بازی‌های بعدی بهتر و بهتر میشیم.